يا لو سربني ببالي تنها مرا رها کن، رو سربني ببالي تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن، ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی عزیز، از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بغزین ره سلامت، ترک ره بلا کن، ترک ره بلا کن. ما این آب دیده در کنج غم خزیده، ما این آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خون بها کن، بکشد کسش نگوید تدبیر خون بها کن. ما همه به درگاه تو آمدیم، تا نعمتی را که بر ما روا داشته شکر کنیم و به هم تبریک بگوییم. خدایا در بین این دلهای شکسته و نالان، همه رو ببر،
به حرمت بیگناهان گناهکارا رو ببخش، به همه توفیق بندگی خودت رو بده، ما رو به درگاه خودت بپذیر. و مناجات هایی در دل می کنیم ما عید گرفتیم به مناسبت لطف و محبتی که بر ما روا داشت. ما پسند که روزی رو که ما عید گرفته ایم بر ما تلخ کن. خدایا به حرمت همین روز همه دلها رو صاف کن، همه من ناولای مات رو بردار و به مای آرامش و ملایمتی مرحمت کن که به سمت تو بیای و ما را هم بپذیر انشاءالله. گرچه مناجات انفرادیه و بین دو شخص قرار میگیره، ولی ما همه دلهامون یکیه، بنابراین متعدد نیستی. اگر دلهای ما یکی باشه خداوند بیانات ما رو، این مناجات های ما رو که ما اسمش مناجات میتونیم گوش میده، توجه میکنه. البته لا تسقط و ورقتن الا باذن الله، حتی یه برگی از درخت بدون اذن خداوند جاری نمیشه. خداوند خودت فرمودی در توصیف صفات و کارهایی که هو الذي بعث في الأميين نبيا رسولا يا رسول يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ولو كانوا من قبل خداوندی که از بی سوادان، از بین بی سوادان، از بین اونهایی که ما بهشون خیال میکنیم کوچکی، از بین اینها نماینده انتخاب کرد. زیرا دلها در همه یکیه. حالا که خدا دلها رو مثل هم آفرید و یکیست، ما هم دلهامونه به همون خاطر یکی. تمام زوایدی که خودمون برای خودمون، برای جامعهمون فراهم کردیم، از قبیل مال، ثروت، منصب، عشق به اون میگیم،
دانش همه اینها رو ما به عنوان زینت داریم. خودمون رو پاک کن، زینت ها رو خودمون نگه می‌داریم. به زینت احترام نمی‌ذاریم. تولد زینتی رو ما جشن نمی‌گیریم، تولد براش نمی‌گیریم. یعنی تولد انسانیت برای ما مهمه. یزکی کن و یعلم کم الکتاب و الحکمه. خداوند به فرستاد برای پاک کردن ما و فرماد رو فرستادیم شما رو تمیز کنه، پاک کنه. بعد که پاک کرد علم و حکمت به تون یاد بده. هرچند خود همون پاکی علم و حکمته، ولی خب فرموده علیکم کتاب و حکمت، ولو این که قبلن هیچی نبودید. قبلن هم قبلن خودمون، خب چه انسان چی بود؟ انسان یه اول موجود بی جان، زائده‌ای در بدن یک بنده خدا. بعد خداوند به این زائده موجودیت داد، جان جداگانه بشناد. همه اینها را ما باید بیاد بیاریم و شکر خدا را بکنیم. در واقع به صورت ظاهر که همه میبینند، محمد در وقتی که به دنیا آمد، به این جهان ما آمد، مثل همه نوزادان دیگه بود. در حتی در یه محیط و جامعه‌ای که زیاد شناخته شده نبود، جامعه اون هم زیاد شناخته نشد، به طوری که مثلا در مکه که ام القرا بود، یعنی اساس آزادی های اون منطقه بود، شاید بیش از چند نفری نبودن که سواد داشتن، میتونستن بخونن بنویسن. در چنین محیطی به دنیا اومد. این تولد جسم محمد که جایگاه روح او بود، اما تولد واقعی این محمدی که اینجوری بود، مثل یک جرقه، یک اتم که شکافته بشه، اتم خودش از شدت از کوچکه و دیده نمیشه، ولی شکافته بشه دنیا رو خراب بکنه. یا دنیای را آباد میکنه. محمد به صورت ظاهر، به صورت مادی یکی از این ذرات بود. خودش هم فرمود انا بشرون بشرون مثل کن، بشرون مثل کن، من هم بشری هستم مثل شما، یعنی مثل شما به دنیا اومدم، مثل شما بزرگ شدم، الانم ولی
یوها الی انما الهکم الان. مزیت من این است، اینجا شکافتن اون اتم که دنیا رو گرفت. خداوند بشر را آفریده و خودش قواعد و خصوصیات این بشر رو میدونه، همه این خصوصیات رو خوده او در ذهن ما گذاشت. فرمود نعنا خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه. خود خدا میگوید آفریدیم شما را و میدونیم که چه وسوسه هایی در دل شما میشه، برای که اون وسوسه را هم خود خدا آفرید. منتها به ما گفت چون میخواد این بشر تکامل پیدا کنه از جهات معنوی، این بشر یادآوری کرد اون اول پدر ما گفت هذا عدو لک من زوجک، این که میبینی دشمن تو و همسر تو، یعنی شما دو نفری که من آفریدم. برای اینکه آرام بودن، هیچ فعالیت نکردن، هیچ تحرک نداشتن، رکود میده، تکامل پیدا نمیشه. تکامل وقتی است که حرکت کنه اون چه مانع در سر راهش بود برطرف کنه و از این برطرف کردن ها نیرومندتر میشه و بره جلو. این است که خداوند دشمنی را هم آفرید که انسان تنبل نیفته، هر لحظه در معرض وسوسه شیطان هست. در اینجا خداوند کمکی که میخواست بکنه به بشر یکی این که بعد از خطایش و این که تبعید شد، خداوند خودش به زبانش گذاشت، همون جوری که مادری بچه تازه شد نوزاد رو کلمات به زبانش میگذاره تا حرف زدن یاد بگیره، خداوند همین کار رو با همین بشری که خودش آفریده ده. و تلقا آدم و من ربهی کلمات هم و این معانی با این تفاوت که در کودک لفظ هست معنا نمیدونه، ولی خداوند معنا و لفظ رو جدا نکرد، با هم القا کرد به بشر که گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما خودمون به خودمون ظلم کردیم و اگر تو نبخشین تغفرنا لنکونن من الخاسرین. این اولین روح شکر خدا. بعد درخواست دوم خود بشر، خداوند فرمود شما هر کدوم مطابقه دستور رفتار کردی و هر کدام این رشته‌ای که
ما به نام ولایت گردیم، این رشته رو گرفتید و دنبال نامدین به من میرسید، به اونجای اولیتون برمیگردید، نه به اونجا بهتر از اونجا. یا ویتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل من صرف بندگان من بشو و در بهشت خودم وارد بشو. یعنی همون جایی که منزل خود منه، من به این مقام میرسم. برای اینکه بشر یادش نره که یه وقتی در آسایش بود، یه وقتی که اول خلقتش بود، اول خلقت اون چه علم به آرامش داشتن، آرام بود. بدون همچین زمانی بوده، به امید همچین چیزی که نگرانی ها نباشه، همش آسایش و رفا باشه، که نماینده فرستاد که بگن و همینجور فرمود، به طور عملی بگید، جشن بگیرید، یعنی شاد باشید، برای اینکه در بهشت هم باید شاد باشید، غم نداشته باشید، شاد باشید. این است که مبعث در واقع تولد جدیدی است برای پیغمبر. اون که ما میشناسیم و محمد که میگیم بهش، اون امروز تولدشه در واقع، یعنی برای ما ظاهر شد، مثل مجسمه یا اثر خیلی جالبی که ما بشر میسازیم، روش پرده میکشیم، بعدن در موقعش پرده رو بر میداریم جلوه می. امروز خداوند یکی از پرده هایی که بود برداشت که ما جمال محمد رو ببینیم، جمال دستورات الهی رو ببینیم. در یه دوران در زم خداوند به ما یاد داد که انجام یه دستور هرگز مانع دستورات دیگه نمیشه، هر چیز به جای خود. پیغمبر هم البته از اول که پدر ندید، بعد هم مادر در 3 سالگی او رحلت فرمود، ولی برای اینکه به مرسله رحم به احترام پدر و مادر رو به قبولونه، به احترام عبدالمطلب جدش و ابو طالب عمش که این دوتا قبل از اون نماینده الهی بودن در اونجا در بین مردم، تا اونها حیات داشتن اظهار نکرد، عظمتش رو به مردم نگفت و اشکار نکرد، برای اینکه همون کافی بود و بعد به احترام اونا. مبعوث شد
بعثت هم یعنی برانگیختن از یه فضایی که توجه نمیشه یک مرتبه چیزی برجسته میشه. این رو میگن بعثت. مثل این که مرده ها که گفتیم در روز آخر در میان و همه زنده حساب پس میدن، این رو هم میگن بعثت. یعنی برانگیخته شدن برای یک امر خاص. پیغمبر هم مبعوث شد برای امر خاصی. چه امر خاصی؟ یت سوا علیکم آیاتی، آیات خداوند رو بر شما قرائت کنه دست و یزکی کن، شما رو پاک کنه و یمعلمو کمال کتاب و الحکمت. در جوامع اون روزی نبود، اجرا نمی شد، بود و اجرا نمی شد و همه نیاز داشتن هم به این که یزکی کن و هم که یعلمهم الکتاب و الحکمت. البته معلوم میشه همین معلمون در اون تاریخ و کتاب خون خیلی بودن، نه در مکه در عرب، ولی در دنیا کتاب خون بودن، کتاب نویس بودن، حکمت هم درس میدادن. مثل چی؟ و حکمای یونان مشهورن، نمیدن حکمای. پس این کتاب و حکمتی که پیغمبر مأمور بود که انجام بده و بعثتش برای اون بود، غیر از این کتاب هست و غیر از این درس حکمت که امروز در مدارس میدن. اون حکمتی است که خداوند خودش رو هم به این صفت آشکار کرده. میفرماد انه حکیم و علیم. خیلی جا خیلی ها حکیم میگه. حالا ما جشن میگیریم، ولی به کدوم نکرد حکمت های الهی و علوم الهی سر میاریم؟ چنون غرق در بگیر و بند های سیاسی و اجتماعی هستیم که فراموش کردیم. مشهوره در میگن که پیغمبر بعد از معراج که چیز میکردن تجربه آوردن و شهرش گفتن، ابو جهل که عموی حضرتم بود و مخالف بود آمد گفت اما محمد شنیدم تو همچه حرفایی گفتی که رفتم به آسمون من فلانا. گفت بل معراج، نه با این تن ولی رفت. گفت که یه پایت بلند کن وایستا. حضرت یه پایشو بلند کرد یه پایستا. بعد گفت حالا اون پایت بلند کن. حضرت خب تبو معمول این پا رو گذاشتن او رو گفت نه هر دوتاره. گفت نمیتونم، نمیشه طبیعت. گفت که تو که دو پایی تو نمیتونه بلند کنی چجوری رفتی آسمون اومدی؟ یه علمش نداشت، حکمتش رو نداشت. این در این دنیا غرق
همونی که ما الان هم در اینجا غرقیم. ما الان در دنیا در این بی علمی غرقیم و علم رو نمیدونیم، علم رو جهل میدونیم، علم رو گناه میدونیم، علم رو تکفیر میکنیم. پس این بعثت پیغمبر برای این یعلمهم الکتاب و الحکمه خیلی. حالا نمیدونم امروز شالا همونجور که از عرض کردم، خدایا به پاس احترام این بنده ای که خودت برا ما فرستادی مأمورش کردی، به پاس احترام او هم، به پاس احترامی که ما به او میگذاریم، تو هم ما رو ببخش. آیون هم تشریف دارن، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچه سر و سوشن آزادی کنید. متشکر، التماس دعا. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، واجب وفا نباشد. ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن کن ندوان باشد، پس من چگونه گویم، پس من چگونه گویم، کین درد را دوا کن، کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کویش دیده، با دست اشارتم کرد که از سوی ما کن، که از سوی ما کن. Oh,